در این قسمت از آموزش بریم سراغ محیط فیچرز و میخوایم با نمودار درختی یک مقدار آشنا بشیم و نکاتی رو با هم یاد بگیریم بعد از اون میریم سراغ زوم کردن و میخوایم در رابطه با جابجایی داخل صفحه زوم کردن و همچنین دوران داخل صفحه صحبت کنیم من قسمت پارت رو انتخاب می کنم به این صورت اوکی می بعد از اینکه وارد محیط پارت شدیم من تاپ پلن انتخاب می کنم در این قسمت می تونم رو بزنم و وارد محیط دو بودی بشم بیام اینجا یه دونه مستطیل مرکزی رو انتخاب می کنم و به این صورت ترسیم می کنم از این محیط خارج میشیم یک مقدار دوران ایجاد می کنیم و اکسروت رو انتخاب می کنم یه حجمی رو بهش میدیم و به این صورت اوکی می همونطور که مشاهده میکنیم ما زمانی که قطعه رو ترسیم کردیم زمانی که روش کلیک کنیم در این قسمت این قسمتی باز میشه که توضیحاتی رو در رابطه با این شکلی که ترسیم کردیم ارائه می‌کنه به ما میگه که این شکلی که ترسیم کردید روی اسکش شماره یک هستش و خود این شکل داخل سالید بادی هستش یعنی داخل این شکلمون ترسیم شده و داخل پارت شماره سه این شکلمون ترسیم شده پس به ما یه توضیحاتی در رابطه با این شکل رای میکنه و به ما میگه که این شکل از کجا آمده و کجا ترسیم شده این نکته اولی هست که من خواستم بهتون توضیح بدم یک نفر صفحه جابجا جا میشیم و میدیم سراغ قسمت بعدی من میام با صفحه رویی وارد محیط اسکش میشم قبلش توضیح میدم زمانی که من یک صفحه رو انتخاب کنم این قسمت یه دونه پنجره باز میشه که ابزارهایی که ما میتونیم در این قسمت استفاده کنیم رو نشون میده مثلا ما میتونیم بهش نرمال نگاه کنیم یا عمود بهش نگاه کنیم میتونیم دورش رو فیلت بزنیم یا دورش رو گرد کنیم میتونیم در اون قسمت چنفر بزنیم و گوشه کار رو پخ بزنیم یا اینکه اسکیچش رو ویرایش کنیم به این صورت و ابعاد و اندازش رو مثلا به این صورت تغییر بدیم همونطور که مشاهده میکنید ابعاد و اندازه تغییر کرد من میام روش کلیک میکنم و اسکش رو میزنم با اون صفحه وارد محیط اسکشر میشیم بعد از اون میام یه دونه دایره مرکزی ترسیم میکنم از این قسمت خارج میشیم بعد از اینکه از این قسمت خارج شدیم میام بهش حجم میدم و به اندازه دلخوا به دایرمون حجم میدیم روش کلیک میکنم اینجا مثلا چنفه رو انتخاب میکنم و بهش میگیم که در این قسمت چنفه رو بزنه ها رو با ابعاد مشخصی قسمت اوکی میکنیم گوشه کار رو به این صورت اومد و پخ اما ما این کار رو انجام دادیم میخوایم ببینیم که چنفر کجا قرار گرفته روی چنفر کلیک میکنیم میگه که اسکش دو چنفر رو ایجاد کرده روی سالید بادی و پارت سه این قطعه ترسیم شده یعنی روی بادی اصلیمون ترسیم شده و در این قسمت به ما میگه که داخل پارت سه هم ترسیممون انجام شده این چنفر همونطور که مشاهده میکنید روی سالید بادی هست و داخل پارت سه پس یه توضیحاتی در رابطه با قطعه‌ای که ترسیم شده در این قسمت میتونیم داشته باشیم اما ما میخوایم جزئیات بیشتری داشته باشیم و بفهمیم که این قطعه کجا قرار گرفته و با چه چیزی ترسیم شده یا قطعه پایین روی چه چیزی ترسیم شده و از چه چیزی به وجود اومده و روی این قطعه چه چیزی قرار گرفته یعنی ما زمانی که این قطعه پایین پاک کنیم کدوم قطعات وابسته به قطعه پایین هستن که نسبت به اون پاک میشن الان ما این استوانه رو پاک کنیم قطعا چنفر روی اون قرار رو گرفته و چنفر هم پاک میشه و اگه ما این مکعب پایین رو پاک کنیم قطعا این دوتا علمانی که اینجا قرار گرفته هم نسبت به اون پاک میشه اما برای فعال کردن این قسمت ما دو تا روش رو داریم من روی مثلا این قسمت راست کلیک میکنم و پرنت و چارج رو انتخاب میکنیم تا زیر مجموعه و خانواده اون مشخص بشه همونطور که مشاهده میکنید زیر مجموعه قسمت انتخابی ما یعنی مکعب پایین یه دونه اسکش شماره دو هستش و یه دونه استوانه ای که در این قسمت ترسیم شده اما خود این مکعب روی چه چیزی ترسیم شده روی تاپ ترسیم شده و از اسکش شماره یک استفاده کرده و این مکعب رو به وجود آورده پس ما اینجا میتونیم هم زیر مجموعش رو ببینیم و هم مجموعه بالاش رو ببینیم که روی چه چیزی به وجود اومده اگه این قسمت رو نخواستید میتونیم روش دیگر رو امتحان کنیم من برای قسمت بعدی هم این کار رو انجام میدم و همونطور که مشاهده میکنید به ما میگه چند روش قرار گرفته و خودش روی با اکسرود شماره یک و اسکش شماره دو قرار گرفته این از اسکش شماره دو استفاده کرده و خودش ساخته شده و روی این قطعه ترسیم شده و چنفر یک هم روش قرار گرفته من حالا چنفر انتخاب می کنم و در این قسمت چنفر چیزی روش قرار نگرفته و خودش روی اکسرود شماره دو ترسیم شده این یک روشی هستش روش بعدی هم اینه که من روی پارت سه راست کلیک می کنم در این قسمت پرنس و شاید دیده میشه که ما میتونیم اون دوتا رو فعال کنیم یک بار دیگه این قسمت رو فعال میکنم حالا من روی هر قسمتی از نمودار درختیمون انتخاب کنم و کلیک کنم به ما میگه که زیر مجموعه شیه و روی اون چه چیزی قرار گرفته من تاپ پلین انتخاب کنم به ما میگه که اسکش شماره یک روی تاپ پلین ترسیم شده همونطور که میبینید اسکش رو نشون میده زیر مجموعه رو باز کنم بهتر نمایش داده میشه و اسکش شماره یک هم نشون داده میشه اما مثلا من این قسمت انتخاب کنم به ما میگه که چه چیزی روش قرار گرفته اسکش شماره دو روش قرار گرفته و روی تاپ پلین هم ترسیم شده و از اورجین اصلیمون هم استفاده کرده و این قطعه به وجود اومده قسمت بعدی یعنی قسمت اکسورد شماره دو همونطور که مشاهده می کنید از اکسرود شماره یک استفاده کرده و روش ترسیم شده و چمفر روی اکسرود شماره دو قرار گرفته این قسمت رو انتخاب کنم به ما میگه که چمفر روی اکسرود شماره دو پیاده سازی شده پس ما میتونیم این قسمت ها فعال کنیم و بفهمیم که نسبت و تناسب اینها چی هستش حالا من چمفر رو پاک کنم چیزی پاک نمیشه چرا که چیزی زیر قرار نگرفته ولی من اگه این قسمت رو راست کنم و دیلیت کنم به ما هشدار میده که چنفر شماره یک هم پاک میشه و اینجا چایلش هم پاک میشه ما اوکی میکنیم تمام قسمت ها پاک میشه کنترل زد میزنم و قطعه رو دوباره به این صورت مشاهده میکنیم و این قسمت رو به صورت کامل یاد گرفت به این نموندار نمودار درختی و یک مقدار نمودار درختی رو بررسی کنیم به نموندار نمودار درختی بخش های مختلفی داریم مثل هیستوری، سنسورز، Annotations و سالید بادیز و قسمت های دیگر رو مشاهده میکنید در این قسمت میتونید مواردی رو اضافه یا کم کنید برای اینکه قسمت مختلف رو اضافه یا کم کنیم از قسمت آپشن ما میایم اینجا فیچر منیجر انتخاب میکنیم و در قسمت پایین میتونیم قسمت هایی که داخل نمودار درختی وجود دارد را هایدش کنیم شو کنیم یا به صورت اتوماتیک فعال کنیم همونطور که مشاهده میکنید در قسمت متریال چیزی قرار نگرفته اگه ما اتوماتیک را انتخاب کنیم دیگه متریال دیده نمیشه تا زمانی که ما به قسممون متریال بدیم پس به صورت اتوماتیک تا زمانی که زیر مجموعش چیزی نباشه به ما نشون داده نمیشه یا مثلا ما قسمت هیستوری رو میتونیم اتوماتیک کنیم از اونجایی که چیزی زیر مجموعش هست فعلا نشون داده میشه و اگه چیزی زیر مجموعش نباشه دیگه نشون داده نمیشه پس ما به این صورت میتونیم نمودار درختیمون رو هم ویرایش کنیم و در قسمت فیچر منیجر میتونیم این کار رو انجام بدیم البته بخشیش به صورت دوتایی هست یعنی هایدو شو داره و ما دیگه به صورت اتوماتیک رو نداریم چرا که صفحات پیش فرض دیگه همیشه هستن و چیزی زیر مجموعه ها قرار نمیگیره و باید باشن حالا ما میتونیم اونا رو مخفی کنیم یا بذاریم که باشن پس ما با این قسمت هم آشنا شدیم و نمودار درختی رو بیشتر با هم یاد گرفتیم در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ روش زوم کردن و میخوایم زوم کردن داخل تصویر رو با هم یاد بگیریم